سلام خدمت دوستان گلم، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم با آموزش یه نوع خورش میگو. البته جنوبیا چند مدل میگو رو درست میکنن. یه مدل دمپخت میگو بهش میگن که میگو داره و ادویجات خودشونو و سبزی ماهی که همون گشنیز و شنبلیل است. بعد یه مدل استنبولی میگو دارن که اون میگو هست با گوجه فرنگی و ادویه هاشون، باز هم توی لابلای برنج دم میکنن، همین که حالت خورش میکنن با برنج سفید میخورن. اول ما میگوامونو دوتا رگ داره، یکی توی کمرش یکی داخلش. این دوتا رو میگیریم میشوریم، پوستش رو اول میگیریم، این رگاش رو میگیریم و میشوریم میذاریم آبش بره. بعد گوجه رنده شده داریم که من پورش رو استفاده کردم. پیاز و سیر حتما باید استفاده بشه برای میگو، پیازش هم فراوون باشه که بوی میگو رو بگیره. میگو یه پوست خارجی سفت داره که اونو اول با پاهاش و اینا راحت کنده میشه، جدا میکنیم ازش با سرش و میمونه داخلش. داخلش هم ببینید پشتش رو با یه دونه کارد اینجوری میبریم، یه رگ سیاه اینجاست، اینو در میاریم، خیلی هم راحت در میاد. داخلش هم همینطور، اگر بود قشنگ یه برش میزنیم و اینو از داخلش در میاریم و میگومون رو میشوریم و میذاریم که آبش بره. برای ادویه هاشونم از یکم پودر سیر، سیر خودش رو استفاده میکنیم، ولی پودر سیر بازی طعم خاصی به غذا میده. پودر سیر، پودر پیاز من یکم میزنم، زردچوبه، فلفل قرمز حتما به خاطر اینکه تند استفاده میکنه، یک کمم لیمو عمانی پود شده خوشمزهش میکنه و یه ذره یه کوچولو میخک، چون میخک خیلی بوش زیاده و مزهش غالب میشه. یه سر قاشق چای خوری بسه. حالا من یه روز میرم یا بازار بزرگ میخوام ادویه بخرم خودم یا بازار تجریش، از ادویه هاشون هم براتون فیلم میگیرم. پیازو در حدی که سبک بشه و بیاد روی روغن ما سرخش میکنیم. بعد نوبت سیرمونه. سیرمون هم میریزیم داخلش. یه تفت کوچولو هم با سیر میدیم. میگوامونو اضافه میکنیم الان به پیازمون. میگوامونو میذاریم داخل پیازامون که یه تفت بخوره. من میگو میبینم یاد یه خاطره میفتم، چون من بچه بودم خیلی بد غذا بودم، خیلی بد غذا میخوردم، یعنی بیشتر غذا رو دوست نداشتم به جز ماهی و میگو و مرغ و گوشت، این چهارتا. بعد چند سال پیش من کلاس دوم ابتدایی بودم، بعد ما با مادر بزرگم اینا با هم زندگی میکردیم. مامانم اینا یه مدت رفتن کرج خونه خریدن تا ببینن چجوری کار و بار و اینا، منو گذاشتن پیش مادر بزرگم موندم. بعد ما اون موقع هم گفتن کمک بیارید برای رزمنده ها، مثلا هرچی میتونید فود رو مایه ظرفشویی و لباس و اینا بیارید. من اومدم مادر بزرگم بنده خدا پیر بود، گفتم که دیدم داره میگو اینا درست میکنه، خیلی خوشحال شدم و زوری هم بودم. بعد گفتم که خب ناهارم مولور بخورم اینا، بعد آخراستی بودم مثل رزمنده ها هرچی میتونید بیارید، بعد دستمال و لیوان هم باید با خودتون بیارید دیگه. مامان بزرگم پاشد و یه دونه پودر لباسشویی بهم داد و گفتش که اینو ببر و دستمالم یه تیکه از این پارچه های چادر نمازی داشت تا کرد، گفت اینم دستماله، یه لیوان هم این لیوانه که اصل میخوند توش دسته داشت سنگینا، اونم داد که اینم لیوان ببر دیگه. منم اخلا نمیرسید برداشتم اینا رو بردم و دیدم که موقعی که نازمون اومد گفت دستا رو میز، ناخونا رو میز، اینا رو هم بذارید که چیز کنیم ما ببینیم دستمال لیوان ده. دیدم بچه‌ها همه لیوانای رنگ و برنگ و از این مدل داره، حالا اون موقع زیاد مدل ها ولی پلاستیکی های رنگی بود. بعد با دستمال و اینا گذاشتم، منم اینو گذاشتم روی میز، اینقدر من خندیدن. بعد معلممون اومد گفت این چقدر دستمال لیوانی آوردی اینا. آه نه یادم افتاد، دستمالم دیدم خیلی زشته، اونو اصلا در نیاوردم تو کیفم، لیوانو فقط گذاشتم. بعد من گفت دستمالت کو، گفتم که داشتم میومدم تو راه افتاد، گفت لابد ناخونادم تو راه بلند شده برو بیرون. ولی در عوض اومدم خونه خالم هم که موقع 18 سالش بود، گفتم آره اینجوری شد و خجالت کشیدم و فلان دیگه، اون هم نشست بسم یه توی دستمال تیترون گلدوزی کرد، یه دونه اردک گلدوزی کرد کنارش، دوراش هم گلدوزی کرد، یه دونه لیوان خوشگل هم خرید و دیگه از اون به بعد دستمال لیوان من هم خوشگل بود. یکم که میگوامون تفت خورد نوبت نمکه و بعد ادویه.
الان زعفرون رو اضافه میکنیم. الان نوبت گوجه پوره شده همونه که اضافه میکنیم. میگو رو اصلا نباید آب اضافه کنیم چون خودش آب میندازه، گوجه هم آب داره. ما یه تفت که خورد زیرش رو کم میکنیم، درش رو میذاریم و میذاریم بپزه. درش رو میذاریم با شعله کم میذاریم بپزه. میگو ما آماده شد، تقریبا یک ربع تا 20 دقیقه طول کشید که این آب گوجه ها افتاد و خورشمون درست شد. اگر به صورت خورش میخواید بخورید، با برنج سفید میتونید سیب زمینی خلالی سرخ کنید، بغل این بدید و با برنج سفید میل کنید. الان من میخوام دمپختشو، یعنی استنبولیشو درست کنم. دمپختش سبزی داره. من لابلای برنجم، حالا آب برنجمو گذاشتم، لابلای برنج دم میکنم، میشه حالت استنبولی میگو، اونم خوشمزه میشه. برنجمون رو ما میذاریم داخل آب برنج که آب کشی کنیم. حالا من برنج رو یکم هم زنده برداشتم، این میگو رو لابلاش دم میکنم، این میشه استنبولی میگو. میگومون آماده شد، جای همتون خالی. من هم دمپختش و استنبولیش رو گذاشتم، هم که حالت خورشی شد، چون فقط پسرم خورشی میخورد کوچولو درست کردیم، ولی بقیه استنبولیش رو بیشتر دوست دارن. اگر خوشتون اومد خوشحال میشم منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید برای اطلاع از آموزش های بعدی.